سلام شنبه 23 آبان 94 14 نوامبر 2015 میلادی در مورد 6 موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول حمله تروریستی به پاریس فرانسه است که در صدر اخبار دنیا قرار گرفت در بیش از 6 تا 7 حمله تروریستی در پاریس دست کم 120 نفر کشته شدند اگرچه سی این کشتگان رو تا الان بیش از 153 نفر اعلام کرده دو عملیات انتحاری در استادیوم فوتبال مسابقه دوستانه آلمان و فرانسه گزارش شده یک سالن موسیقی با بیش از کنسرت موسیقی با بیش از 100 نفر در اون به گروگان گرفته شدند توسط چهار نفر از تروریست ها که سه تای اونها کمربند انفجاریشون رو منفجر کردن و نفر چهارم هم کشته شده و هنوز از کشتگان این سالن کنسرت هم تا لحظه ای که من خدمتتون صحبت می کنم خبری منتشر نشده و هنوز هم معلوم نیست این عملیات تروریستی رو القاعده انجام داده یا داعش به هر حال دولت فرانسه اعلام وضعیت فوق العاده کرده روز شنبه بسیاری اماکن عمومی رو تعطیل کرده مرزها کنترل شده از مردم خواسته از خانه ها بیرون نیان و به هر صورت وضعیت فوق العاده ای در این کشور اروپایی به وجود آمده احتمال داره جلسات سیاسی فرانسه هم لغو بشه کنفرانسی که احتمالا آقای اوباما هم باید به اون میرفت به احتمال زیاد لغو میشه و هنوز معلوم نیست سفر آقای روحانی انجام خواهد شد یا نه داعش قبلا گفته بود که تعدادی از افراد دور دیده و کارکشته اروپایی خودش رو به اروپا گسیل کرده و افراد تازه کار رو نگه داشته این خبر باعث شد که شکست داعش در سنجار دفن بشه یعنی دو شکست بزرگی که در 24 ساعت گذشته داشته محو بشه یکی کردها به پشتیبانی نیروی هوایی امریکا موفق شدن شهرک سنجار رو آزاد کنند عملیات که قرار بود ظرف چهار روز انجام بشه دو روزه به نتیجه رسید و الان مشغول پاکسازی هستند و جان جهادی که دیروز هم گفتیم پنتاگون گفته احتمال زیاد هدف قرار گرفته ارتش امریکا هم تایید کرده که به احتمال غریب به یقین در عملیات پهپاد امریکایی کشته شده کسی که میر غذب داعش بوده و سر بسیاری از روزدامنگاران و اتباع کشورهای دیگر رو از تن جدا کرده موضوع دوم اینکه روسیه اعلام کرد آقای پوتین که در حملات هوایی که داشته با ارتش آزاد سوریه هماهنگی کامل داشته در حالی که ارتش آزاد در روزهای نخست عملیات روسیه اعلام کرد که بسیاری مواقع روسها مواضع اونها رو هدف قرار دادند به جای داعش دیلی بیست هم سایت که تحلیل های متعددی رو تا حالا منتشر کرده در تحلیل جنگ فعلی سوریه و عملیاتی که به پشتیبانی روس ها و زمینی ارتش سوریه و ایران و حزب الله و غیره انجام می شد تحلیل مفصلی رو ارائه کرده و نتیجه گرفته که به خوبی پیش نرفته و این تیتر رو هم زده که سلیمانی لبخند دیگر نمیزند اما موضوع سوم اینکه در دانشگاه صنعتی شریف در تابلویی که عکس رجال سیاسی مثل دکتر مصدق آقای خاتمی و غیره رو زده بودند دانشجویان عکس آقای مهندس میر حسین موسوی هم در تابلو بود ولی فشار نماینده ولایت فقیه برای برداشتن عکس باعث شد که دانشجویان کار جالبی بکنند و روی عکس رو پوشوندن و یک نوشته هم نوشتن با مضمون این که به دستور نماینده ولایت فقیه عکس پوشانده شده و برداشته شده آقای خاتمی هم عکسش هنوز در تابلو هست در خاش هم بعد از تیراندازی نیروی انتظامی به یک خودرو که منجر به مجروح شدن یک جوان از ناحیه پا شده ظاهرا به دلیل اینکه گواهی نامه نداشتند و به ایست بازرسی توجه نکردن مردم خشمناک خاش در بلوچستان به ماشین پلیس در محل تجمع کردند به خودرو پلیس حمله کردند و شیشه های اون رو شکستند اما موضوع چهارم اینکه آقای خسروتاج تاج معاون وزیر صنعت معدن و تجارت اعلام کرده که روسیه قرار است 8 میلیارد دلار وام به ایران بده برای اجرای پروژه های مشترکی که خود روس ها مجری اون هستند و دولت هم اعلام کرده که با دادن وام 25 میلیون تومانی برای خرید خودرو که به عنوان یکی از روش های رونق ایجاد کردن و بیرون آوردن اقتصاد از رکود در بسته سیاستی دولت قرار داشت تا الان برای خرید محصولات ایران خودرو 52 هزار نفر ثبت نام کردند و برای خرید محصولات سایپا 57 هزار نفر مجموعا 109000 هزار نفر اگر این روند ادامه داشته باشه خودروهایی که در انبار کارخانجات مانده بوده و مردم به دلیل نداشتن قدرت خرید نمیتونستند اونها رو بخرند به بازار به این ترتیب فروش میرن اما رفع رکود فعلی ریشه های عمیقتری داره و از سوی دیگه تورمی که ایجاد شده و با این رونق دوباره نرخش بالا خواهد رفت همزمان درمان های بزرگتری رو میطلبه اگرچه این کار تا همین حد هم کار خوبی بوده که دولت انجام داده و در واقع باید به درمان بانک ها بپردازه تا این مسیر با حرکت و چرخش بانک ها بتونه مداوم باشه موضوع پنجم این که آقای زنور در حمله ای که به هاشمی رفسنجانی کرده بدون ذکر نام عنوان کرده که کسانی با سیاسی کاری باعث از دست رفتن فاو شدن اشارش به عملیات ناموفق فاو در خاک عراق هست که در زمان جنگ صدها کشته برای ایران به جا گذاشت عملیاتی که از حتی قبل از شروعش متخصصین نظامی باهاش مخالف بودند و معتقد بودند که یکی از ندانم کاری های بزرگ آقایون سپاهی هاست موضوعی که حالا سعی میکنن این رو هم گردن آقای رفسنجانی بندازن اگرچه آقای رفسنجانی به عنوان فرمانده جنگ مسئولیت تمام عملیات ناموفق اینگونه به هر حال بر گردنش است آقای صدیقی امام جمعه تهران هم از ظاهرا از سخنان آقای روحانی در نمایشگاه مطبوعات آشفته شده و گفته رئیس جمهور سخنان نیشداری داره و به خودی ها نیش میزنه البته به ایشون باید گفت تندروها که شب و روز تهمت میزنن و بد و بیراه میگن چرا ایشون صداش در نمیاد اونجا و ایشون فرمودن که دانشگاه های ما باید نماز شب پربر باشد ضمن اینکه دانشگاه وظیفش این نیست و وظیفش علم و دانشه باید گفت حوزه های علمیه آقایون که ظاهرا وظیفش هم اشاعه دینه چرا نماز شب پرور نیستند اما موضوع آخر اینکه آقای رحیم از قدی گفتند که 90 درصد رسانه های طرفدار انقلاب بی هستند یعنی آش به قول معروف انقدر شوره که خان هم فهمید. آقای جنتی وزیر ارشاد هم گفتند که بازندگان انتخابات منظور همین تندروها و جناح مقابل گفته ایشون دائما اخبار جعلی برای نمایندگان مراجع تقلید ده و بخش مختلف مملکتی با در بولتن‌هاشون هاشون میفرستند و ما هم دائما باید تکذیب کنیم اندکی صبت سهر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایرانی